زنان محجبه در بسیاری از کشورهای اروپایی همواره با مشکل و فشارهای مختلف مواجه می شوند. در همین راستا اخیراً مقاله‌ای بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط تعدادی از اساتید دانشگاه آماده شده که در آن به مقایسه رفتاری برخورد با زنان محجبه در چند کشور اروپایی پرداخته است. پژوهشی که نتایج آن چند هفته پیش در یک مجله علمی جامعه شناسی انتشار یافته نشان می‌دهد تبعیض شغلی علیه زنان محجبه در هلند و آلمان و اسپانیا گسترده است. این پژوهش که نتایج آن روز 9 جولای در مجله علمی پژوهشی یوروپیان سوشیولوژیکال ریویو منتشر شده، به بررسی تبعات پوشیدن حجاب توسط زنان مسلمان به هنگام درخواست شغل در 3 بازار بزرگ اروپایی یعنی آلمان، هلند و اسپانیا پرداخته است. این مقاله علمی توسط مارینا فرناندز رینو، محقق ارشد مرکز سیاست‌های مهاجرتی و اجتماعی دانشگاه آکسفورد، والنتینا دی استاسیو، دانشیار گروه علوم اجتماعی بین رشته‌ای دانشگاه اوترخت و سوزان ویت، روانشناس اجتماعی و رئیس آزمایشگاه تجربی دی زیم به رشته تحریر درآمده است. محققان برای انجام این پژوهش گروهی از شرکت کنندگان از بانوان را انتخاب کرده و برای هر یک از آنها 2 درخواست شغلی، یکی با عکس محجبه و یکی با عکس بدون حجاب، برای کارفرمایان ارسال کردند. مشاغلی که رزومه داوطلبان برای آنها ارسال شده، مشاغل مختلفی از آرایشگری گرفته تا دستیار فروش، مسئول واحد پذیرش و نماینده فروش را شامل می شده است. همه این مشاغل طبق توضیح نویسندگان مقاله به درجه بالایی از تماس با مشتری نیاز دارند. نتیجه تحقیق در هلند تبعیض بیشتری نسبت به 2 کشور دیگر را نشان می‌دهد. در این کشور تقریباً 70% از متقاضیان که تصویر بدون حجاب ارسال کرده بودند از طرف کارفرما بازخورد مثبتی دریافت کردند و از آنها برای انجام مصاحبه و مراحل بعدی استخدام دعوت به عمل آمد. برای متقاضیانی که عکس با حجاب ارسال کرده بودند، نرخ بازخورد مثبت تنها 35% بود. نویسندگان مقاله خاطر نشان کردند، مشاهده میزان بالای تبعیض در هلند، جایی که بافت فرهنگی به طور سنتی پذیرای جذب گروه‌های اقلیت مذهبی بوده، شگفت‌آور است و نشان دهنده اثرات منفی سیاست‌های اخیر برای یک پارچه‌سازی فرهنگی مهاجران بوده است. در آلمان هم نتایج مشابهی به دست آمد. در این کشور 53% از زنان بی‌حجاب از کارفرمایان بازخورد مثبت دریافت کردند، در حالی که این رقم برای زنان محجبه 25% بود. در اسپانیا نتایج متفاوتی به دست آمد. در این کشور حجاب عامل تبعیض میان زنان مسلمان نبود و تفاوت معناداری از لحاظ بازخوردهای مثبت میان زنان محجبه و بی‌حجاب یافت نشد. این یافته‌ها مکمل تحقیقاتی هستند که در گذشته انجام شده اند و تبعیض‌های مختلف علیه زنان مسلمان در بازار کار را نشان دادند. تحقیقی که در سال 2019 در دانشگاه کرنل انجام شده بود، نشان داد در آلمان نه فقط زنان دارای حجاب، بلکه زنان دارای اسامی غیر آلمانی با تبعیض روبرو هستند. این تحقیق نشان داد میزان دعوت به مصاحبه برای یک متقاضی با اسم آلمانی و عکس بدون حجاب 18.8% و برای همان متقاضی با اسم ترکیه‌ای و باز هم عکس بدون حجاب 13.5% بوده است. در این تحقیق مشخص شد پوشیدن روسری و داشتن اسم ترکی باعث اعمال بیشترین تبعیض برای متقاضیان می شد. تنها 4.2% از استخدام کنندگان در چنین شرایطی با متقاضی برای مصاحبه تماس می گرفتند. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.